بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما كم كنن شيرا قمبو دي شما خودتو نه جمله دمه بگیر من بفهم چطو بگو من رفته محرم به مردو گفتم مردو من باشکل میخوام ما مرا دوست دارم اگو عاشقم شما عاشقش میشم اگه او ما عاشقش اون رو میکشم نه هیچ وقت هیچ وقت من بزرگوار هستم کریم هستم اینا حالم بهتر است درست شاید گریه میکنم ولی شاد هستم در درون شاد هستم با خودم گفتم خدایا یک گروز اما اتفاقا همین جفت دیده سلسله مستند کربلایی روایتی از مسافران راه عشق به ما بگوین که چند سال پیش شما به کربلا برای اولین بار تشریف بردین بله سال 1390 اولین مرتبه بود که من توفیق تشرف به کربلای معلا را داشتم و بسیار جالب بود برای خیلی جالب بود میشه امرو بگوین که جالبیش به چه قسم بوده؟ یعنی همه قبرت رو مگم اربعین بود ما پیاده روی که وقتی رفتیم و می علم هایی که اسم گذاری کردن علم شماره یک از بین نجف تا خود کربلا علم آخر که خلاص شد یک سرک بود ما پرسیدم از یک کسی که حرم کدام طرف است نهیده بودم به طاله گفتم حرف کدام طرف است من را نشان دادی طرف سمت راست سعی کردم یک گنبد دیدم گنبد مولای ما آقا ابوالفضل العباس بود بسیار صحنه جالب بود برای من خیلی خیلی عالی بود ما مجموعاً که در خانواده رفتیم من 4 تا دخترک دارم همراه خانم ما رفتیم قبلش برای ما هیچ سفر تقریباً غیر ممکن بود یعنی نه ما کدام ویزه داشتیم هیچ چیز نبود دست ما فقط من پاسپورت خروج مراجعت گرفته بودم گفتم اگر شب برم در حال که وقتی که من خروج مراجعت گرفته بودم هیچ چیز من را نبود هیچ فکر نبود که ما روی اون مسئله حساب کنم بخوایم برام هیچ فقط به بچه ها گفتم این دخترکای مخصوص ترکای مخصوص گفتم بابا بریم کربلا گفتم بچه هم امسال نمیشه از ما فکر میکنم نمیشه ولی اگر را داره و اوی که شما از خود امام حسین بخوایم که به دعای شما ما بتانیم برم هیچ دیگر نمیزی کربعین بود من خروج مراجعت گرفته بودم یکی از بچه های جلسه رفیقای ما گپ شد گفتم هر کس میره رفقا امسال دعا کنه ما رو ما که رفتن نمیتونم رفتن بعد یکی از بچه ها گفت شما فلان جای ویزه میده گفتم ویزه فرادی نمیده ممنون مانیفستیست گروهی میدن گفت نه فلان جای میده اگه میخواین که من چیز کنم گفتم من اتفاق خروج مراجعت هم گرفته یعنی دم یک روز امشب ما صحبت کردم سباش دادم پس سباش ویزا جور شد که در اون سال با بچه های ما رفتم این سفر بسیار سفر گرچه به جهت مسائل ظاهری سختی های خودش داره حتی این دختر که خوردم 6 ساله بود و خیلی علاقه داشت و دوست داشت که بره میرفت خستم شده بود ولی خب میفتم بابا آمدیم کربلا دیگه گفت بابا حضرت رقیه هم اذیت شده بود بابا گفتم بابا جان بابا اذیت شده سید یا مولا جانم بی عبدالله جانم بی عبدالله جانم بی عبدالله درگاه تو بوسیدن به بچه صفا دارد درگاه تو بوسیدن به بچه صفا دارد خاک سر کوی تو
عطر شهدا دارد محبوب همه دل ها جانم ابی عبدالله. کربلا صاحب در مسیر راه از کجای امی سفر میشه گفت که زیادترین لذت بردی؟ در قرآن یک آیه شریفه در سوره انعام است. خدا به پیغمبر میفرماد که و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. ای رسول ما، وقتی مؤمنان و او کسانی که به آیات ما ایمان دارن وقتی میان پیش تو فقل سپت تو سلام کو بر اونا. همیشه این مطلب در ذهنم بود، هرم مشرف میشم هرم آقای مامروز هم میتوست مخصوصا باز در کربلا که میرم اون طرف ها، این حس که به من منتقل میشه و قبل از این که من سلام کنم به حضرت، این حضرت به من سلام کرده، یک حس بسیار عجیب است و آجتان ازشون میخوایم که اون لحظات که ما لحظات سکرات موت ماست، لحظاتی که هیچ کس به فریاد ما نمیرسه، از خدا میخوایم خود خودش و هزارات معصومین به فریاد ما مخصوصا آقا سید شهدا آقا علی ابن مجرزان زیارا به فریاد ما برسن. او حس برای من خیلی جالب است وقتی میرم مقابل حرم مطهر ذریح مطهر استاد میشم که میگم السلام علیک یا مثلا ابو عبدالله الحسین یا علی ابن مزرزا، این حس که او بزرگوار به من سلام کرده و این سلام اصلا جواب سلام اوست، یک حس وصف نشده نیست. کربلایی صاحب یک کلیپی همکارا آماده کردم، همو ببینیم با هم. حسین جان امسال مرا رسانی به کربلایت، به کربلایت، به کربلایت، برو به میشد به مجد خاکه در سرایت، در سرایت، زروی رحمت نما نگاهی، به حال زارم به خانم امسال، به سوی کویت که بیقرارم، که بیقرارم. حسین جان امسال مرا رسانی به کربلایت، به کربلایت، به کربلایت. میخواستم پرسان کنم که کلیپ دیدی چه حس و حالی به شما دست داد؟ شما وقتی یک چیز را خیلی دوست داری خیلی زیاد که قابل وصف نباشه برای شما به صورت‌های مختلف میتونه وقتی با مواجهه پیشی با او مطلب عکس‌العمل نشان بدی، ولی وقتی انسان حرم مطهر آقا سید شهدا آقا ابوالفضل العباس علیه السلام را میبینه، یعنی او حال با بهترین حال عاطفی انسان که عشق باشه ای پاسخ داده میشه و عجیب میشه و یه حال به انسان دست میده، یک حال وصف که اکثرا تجربه کردن مؤمنین الحمدلله، اونایی که دوستداری خاندن هستن یا حس تجربه کردن، وصف قابل وصف نیست. میگه یدرک ولا یوسف، درک باید بکنی که وصف کردنی هم نیسته. کربلایی صاحب فرض محال خو میگه محال نیست و ما هم معتقدیم که شهدا زندن. اگر همی حالی به قدرت خدا همی دروازه باز شوه و امام حسین بیاید،
چی به دلت هست که امام حسین به تو بگه و تو چی دوست داری که به امام حسین بگه؟ نیفم چی دو خواسته میتونم یا نه؟ تنها چیزی که حالا به ذهن قاصر حقیر میرسه ایست که همون چیزی که از خودی نیاد گرفه. در زیارت جامع کبیرم میخوانم اگر اوز لحظه بتونم و توفیق داشته باشم که مطلب را بگم، که بگم من تبع کن فالجنت و معفا و من خالف کن فالنار و مفا. امام حسین ما دوست داریم با تو باشم، آجان دوست داریم با تو باشم در دنیا و آخرت. یعنی من فکر میکنم همین بهترین چیز است که من به ذهنم اون لحظه برسه که با آقا بگم. و از آقا میخواییم که از آقا به من بگه که نه تمام زندگی ما قابل تایید بر اونا باشه. من بچگی نوحه میخوانم، تا مالیم فضل خدا توفیق دارم نوحه خوانی میکنم. هر وقتم نوحه میخوانم شبای عاشورا دهی اول و هر وقت دیگه، هر وقت میخوانم فقط فکر بیز که همین یکی از نوها و سینه زندگی من آقا قبول کرده باشه بسته. و از آقا میخوایم که همون حال از من قبول کرده باشه که ذخیره قبر و قیامت ماشه و خیلی شد. دوست داشتن امام حسین با دل آدم چی میکنه؟ یک روایت هست که دقیق روایت یادم نیست، شاید حدیث قدسی باشه، حالا من خیلی حضور ذهن ندارم. یک از خدا فکر کنم خدا میگه همینجا گپ و سخن بین خدا و بندیش است که میگه خدا میگه اگه بنده مرا دوست داشته باشه ما او را مامورا دوست دارم، اگه او عاشقم شم عاشقش میشم، اگه او ما عاشقش هم را میکشم. اگه اشتباه نکنم این مطلبی همین مفهومی در ذهنم است. ای امام حسین دوست داشتن آقا سید الشهدا، حالا ما که او بزرگوار رو به همین هم معرفت کم خود که دارم دوست دارم، اگر اونجا برسه که او بزرگوارم ما ایره حس کنیم که ای دوست داشتن متقابل باشه، او بزرگوارم ما رو دوست داشته باشه، خب بر انسان را از او الهام بگیرم، از او حدیث قدسی آدم میمورد. موردن نه به معنی از بین رفتن، به معنی متولد شدن به فضای دیگری از معرفت و معنویت. فکر میکنم هر موقع ممال که همه همین لحظه که من که شما گپ میزنم به یاد آغازتم احساس میکنم خیلی بهتر از قبل هستم، حالم بهتر است. درست شاید گریه میکنم ولی شاد هستم، در درون شاد هستم. ما همیشه وقت جلسات سینه زنی داریم، نواخوانی داریم، خلاص میشم. درست شب عاشورا است، تو شب تاسو است، دهی اول محرم ایامش عزاداری. بعد از روزه که خلاص میشه درست است اندوهناک است، حزن داریم ولی یک شادی درونی داریم، او درون ما شاد میشه. او هم از این نیست الایی که از ارتباط با معصوم یه حال به انسان ایجاد میشه و انسان فکر میکنه با یه ارتباط زنده میشه و زنده تر میشه. کربلایی صاحب تالا شده در زندگی کدام خواسته ای را از امام حسین علیه السلام، از اهل بیت علیه السلام، از کل ایشان خواسته باشی و برای تا نداده باشه، شما هم با حضرت قار کده باشی؟ من زمان که یادم میایه من مشهد کلان شده، مشهد امام رضا. من از خردترکی مثلا من اگر 7-8 سالم بوده من دوچرخه بایسکل میخواستم. من رفتم حرم به امام رضا، گفتم امام رضا من بایسکل میخوام. حالا شما حساب کنید دیگه، حرم هم نزدیک خانه، یا کلانترم شدم دورتر بوده خود از زود می رسندم. هر مشکل خودم می رسندم. اونجایی که می تن کریم هستن اینا، این خانواده کریم هستن، بازم زیارت عاشورا زیارت جامعه کبیر میگه و عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم. شما عادت شما احسان است، خوی شما بزرگواری است، اونا قطعا نهایت می کنن. اگه یک چیز ما خواسته باشیم و اونا به حسب ظاهر با اون آدم، این نیست، نمیشه پیش کریم بری و تو را دست خالی برگردانم. حالا شاید یک چیز بهتر برات میته، او لحظه شاید صلاح نیست بوده، بعدن این بسته به معرفت انسان داره. ولی نه من یادم نمیاد که ناراحت شدم، بد کنم که ناراحت شدم،
نه هیچ وقت، هیچ وقت. من بزرگوار هستم، کریم هستم. اینا امام حسین در زندگی شما چه نقشی داره؟ پیشتر برای شما گفتم از خورتر که من او همه خوندم، شاید 7-8 سال 10 سالم بود. از اون وقت شروع شد، قبلش هم بود. من قدر اخوی هم برادار بزرگتر میرفتن سینه داری نواخان بود، یک برادر کلان مو بنام قاسم آقا خوی میرفت نواخانی، خانوادگی میرفتم. خورد بچه بودم، بین سینه زنی و دستا و بین، خب کم کم یاد گرفتم و شخصیت مو شکل گرفت در همین محافل، در همین سینه زنی و در همین حیات ها شکل گرفت. با امام حسین آشنا شدم، علاقمند شدم. خب تا بزرگ شدم، بزرگتر شدم، اول احساس بود، بعدن خب خدا توفیق داد درس خوندم، بیشتر مطالعه کردم، ای به قول معروف ایش شعار با اون شعورم اضافه شد، حالا خدا کنه زیادتر شد. خب طبیعتا شخصیت انسان شکل میده تا جایی که انسان همون باز عرض کردم که بتونه بشه پیرو اینا، مطابقت از اینا کنه که انشالله عاقبت بخیر بشه. کربلایی جان، بحث از عاقبت بخیری کردی، به گمان خودت و اون چی که در دلت هست، امام حسین از زندگی امروزه ما و شما و همین وضعی که هستیم راضیه؟ قطعا ما نمیتونیم طبق نعل به نعل و بزرگوار حرکت کنیم که او از ما به معنای اتم و اکملش راضی باشه. ولی از اون جهت که میگن آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید. ما بعد حد تلاش خود، معرفت خود سعی میکنیم پیرو اونا باشیم که اونا در زندگی ما زنده باشه، حضور داشته باشه. حالا چقدر ای هست خدا میدانه، ولی ما خب دعایی که دعای ما همیست که خداوند ما را عاقبت بخیر کنه و وان عاقبت بخیر کنه و عاقبت ما ختم به شهادت بشه انشاءالله. کربلایی صاحب، در بین ما مردم شیعه از هر فرهنگی که باشیم، یک کربلایی که به سفر میره باز وقت بر میگرده، یک فرهنگا و یک رسومی بین قبیله اونا هست، بین همون قریه اونا هست. در قریه شما کدام فرهنگ خاص، کدام آیین خاص که برای استقبال از کربلایی ها داشته باشه دارین که برای ما بگوین؟ ما متاسفانه چون در افغانستان بزرگ نشدیم و اگرم بوده من حضور ذهن ندارم متاسفانه، و همین به مشهد همین سبک فرهنگ همین مشهدی ها رو ما دیدیم دیگه که طبیعتا هر کس میره برمیگرده به استقبالش میرن، حالا اگه فرودگاه است یا راهن است یا جای دیگه، خب میرن به استقبال چاوشی چاوش میخوانه اگه بخوانه، باز این همون تو او رو تا خانه میارن دیگه. همه قبل میفهم دیگه فرهنگ خاص در مد نظر ماست، مخصوصا کشور خود ما نبودیم اونجا کلان نشده. خدمت در چه که خب به گمان خودت این رو خب میدانی که همین هر کسی که یک سوغاتی بیاره از سفر خودش هم مستحب و ثواب داره که کار انجام شد، همین سوغات کربلا به نظر چی باشه خوب است؟ سوغات کربلا بین آدم معمولا نیف و مور میارن، تسبیح میارن، یا کدام چی دیگه میخرن میارن. اینا اشیا هستن که خب میبینیم، یا مثل که یک بچه خورده یک کدام موترک میخری برش یا چید میخر خوش میشه. اگر در بایی حیث باشه ما انسان ها از خرید اینا خوش بشیم، خب مثل او بچه هسته. اما او سوغاتی اصیل که هست کربلا یا عطبات عالی ها، هر جا مثلا مکه میره آدم خانه خدا یا زیارت پیغمبر اکرم میره، بقیع میره یا به طبع زیارت کربلا میره، به نظر من اگر بتونه از این سفر یک سوغاتی اولا برای خودش داشته باشه و دیگه ای که به دیگران بتونه چقدر منتقل کنه، و همون شناخت و معرفت محسن هر چقدر میتونه او را، ولو گفتم به اندازه که میتونه فهمش هست، میفهم و متوجه میشه، اونم او را اگر منتقل کنه خیلی خوب است. من به کربلا وقتی که اولین بار که گفتم عرض کردم که حرم حضرت عباس هست، خب رفتیم پیش رفتیم تا رسیدم به جایی که بین الحرمین بود، کجا بود یا نزدیک حرم حضرت عباس بود، با خودم گفتم خدایا
یک گروز اما اتفاقا همین جفت دیدم حس غریب بود. خب او حسه هیچ وقت من اینجا تجربه نکده بودم، ولی اونجا که رفتم اون مقام های مختلف، مقام کفال عباس که دست مبارک حضرت عباس اونجا جدا شد، خب من شنیده بودم، در اوزا هم خونده بوده، ولی او حسه که اونجا به انسان منتقل میشه هیچ جای دیگه نمیشه منتقل بشه. خواه هم یه سه معامله که در شما گفته رایستم یه خودش یک نوع معرفت است که من به اضافه میشه. اینم یک سوقاتی است عمل بعد از 10 سال یا چند سال به شما داده رایستم، یا دیگر را همی تو که میهن به ما میگن ما استفاده میکنم. بهترین سوقاتی معرفت سید و شهد هست. به عنوان گپ آخر، اگر که خودت بخوای یک گپ به مخاطبین تلویزیون بگویی کمکم کنن چی رقم بگم؟ یعنی شما خودتون یک جمله دمه بگیرم من بفهم چی تو بگم. من همچنین خیلی خالی ذهنم نسبت به مسئله. من همیشه دوست داشتم که یعنی خیلی مایل بودم و طبق روایات خب خدا به ما دستور داده که ما باید بنده مؤمنش باشیم، بنده باشم اولا. میرم بندگی خودش بالاترین درجه است. در نماز میخوانم به پیغام خطاب به پیغمبر اکرم اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اول پیغمبر صلوات الله و سلام علیه بنده است، بعد رسول است. یعنی مقام بندگی مقدم بر مقام رسالت است. خیلی عجیب است. ما میخواییم که دو طبق روایت و طبق معارف دین ما بنده باشیم. ما جدن از آقا سید شهدا علیه السلام عاجزانه خاضعانه ملتمسانه تقاضا میکنیم که شفیع ما شو به درگاه خداوند علی اعلی که ما بنده خاص خدا شویم و اون چیزی که خود سید شهدا علیه السلام میخواییم هم باید بنده شویم. یا علی جان به سرای بلا کن گذری، یا علی جانب سرای بلا کن گذری، به شهیدان صف کرب و بلا کن نظری، تا سر نیزه سر ناطق قرآن نگری. زینب غم زدم، زینب غم زدم.